در برنامه امروز یاد میکنیم از قهرمانی که 30 سال پیش بذر مقاومت در برابر هیولا رو در میدانهای ورزشی کاشت و درخت پیکار و پایداری رو با خونش آبیاری کرد. کسی که از تبار تختی بود و تکیگاه جوانان و یاران ورزشکار. به گواه همه ورزشکاران و ورزش دوستان، حبیب نمونه والای اخلاق و فداکاری بود و خیلی زود به الگویی برای جوانان و ورزشکاران میهن تبدیل شد. کسی که در دفاع از آرمان آزادی و حراست از غیرت و غرور ملی ایرانیان در برابر خمینی ایستاد و با خونش به تاریخ ورزش میهنمون شرف و اعتبار خاصی بخشید. حبیب خبیری یکی از خوش اخلاقترین و محبوب ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران بود که هیچگاه لبخند دوست داشتنیش از لبش نمی افتاد. حبیب در سال 1334 در خانواده زحمتکش در تهران متولد شد. محرومیت و کمبود امکانات ورزشی در محلات جنوب شهر اولین واقعیتی بود که توجه حبیب را در دوران کودکی به خودش جلب کرد. خودش می گفت از همان دوران کودکی از مشاهده درد و رنج مردم محروم و فقیر به شدت رنج می کشیدم و این چنین مهر مردم محروم در دل ورزشکاری که از میان مردم برخواسته بود مسیر زندگی حبیب را تغییر داد و از او قهرمانی ساخت که در جوانی به وفاداری، فداکاری و جوانمردی شناخته می شد. مجاهد قهرمان حبیب خبیری، بازیکن نامدار فوتبال ایران و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، خیلی خیلی زود هنگامی که نوجوان بود به تیم باشگاه ما، یعنی باشگاه هما اومد و خیلی زود تونست خودشو در زمره بازیکنان بزرگ تیم هما وارد کنه. حبیب به همراه تیم ملی فوتبال جوانان ایران قهرمان آسیا شده بود و بلافاصله بعد از اون پیراهن تیم ملی فوتبال ایران رو در بازی‌های مقدماتی جام جهانی 1978 آرژانتین به تن کرد. دوران اوج فوتبال حبیب البته بعد از انقلاب ضد سلطنتی بود، هنگامی که به عنوان یک بازیکن پخته و همه جانبه در خط دفاعی تیم ملی فوتبال ایران بازی میکرد و به نظر کارشناسان در اون زمان بهترین بازیکن آسیا بود. سابقه آشنایی حبیب با سازمان مجاهدین به سالهای پیش از انقلاب و آشنایی با شهید محمد صفری لنگرودی برمیگرده. حبیب که به شدت تحت تاثیر خلق و خو و منش و مردم دوستی محمد بود، با شنیدن خبر اعدام محمد به جرم فعالیت در سازمان مجاهدین توسط ساواک، اولین سوال در مورد سازمان مجاهدین در ذهن شکل گرفت. در یادداشت‌های یکی از بازیکنان سرشناس هما اومده: مسابقه تیم هما و پرسپولیس مصادف بود با اعدام مجاهد خلق محمد صفری لنگرودی. اون زمان برادر محمد هم در تیم ما بازی می‌کرد و ما به نشانه اعتراض هنگام ورود به زمین بازی در ورزشگاه آزادی ضمن نصب نوار سیاه روی بازوها برادر شهید رو کاپیتان تیم انتخاب کردیم و برای بزرگداشت شهادت محمد 1 دقیقه در میدان سکوت کردیم. اون زمان حبیب خبیری که به شدت تحت تاثیر اعدام محمد بود در اون حرکت اعتراضی خیلی فعال وارد شد و از اون هماهنگی و اتحاد در زمین همیشه با غرور و افتخار یاد می‌کرد. پس از پیروزی قیام 22 بهمن و شروع فعالیت‌های علنی سازمان مجاهدین، حبیب که مدت‌ها در انتظار وصل مستقیم به سازمان محبوبش بود، به آرزویش رسید. به خصوص که از همان ابتدا دریافته بود که خمینی هیچ یک از خواسته‌های مردم را برآورده نخواهد کرد و در این میان ورزش هم یکی از چیزهایی است که زیر پای آخوندها پایمال خواهد شد.
حبیب در نامه‌ای به یکی از دوستانش می نویسد: از دستگاه ورزش خواسته بودی، باید بگویم که اگر همه جا درست بشود، اینجا درست شدنی نیست، چون آن که در رأس کار است و عده‌ای بدتر از خودش هم در کنارش، نه تنها فقط به فکر خودشان هستند، بلکه در کار آنهایی که می‌خواهند کار کنند هم کارشکنی می‌کنند. اگر وقتش بود آبروی تک تکشان را می‌بردم. در مورد تیم ملی هم باید بگویم که از 3 جلسه تمرینی که در هفته گذاشتند فقط 1 جلسه را شرکت می‌کنم، چون الان دیگر نمی‌شود روی ورزش یا حتی درس خواندن وقت گذاشت.